با عرض سلام و تقدیم ارادت وارد بخش سوم برنامه های امروز 23 ماه ژوئن سال 2019 ساعت 12:36 بعد از ظهر و بعد غرب آمریکا. من چون فرصتمون کم هست و مطالب بسیار زیاد، مطالب فیسبوک رو هم دوستان خودشون قرائت میکنند و من تکرار مکررات نمی کنم. فقط در موارد خاصی که موضوعاتی مطرح میشه و اینها توجه بینندگان رو به این موضوع جلب میکنم. خانم محجوبی دو سه بار تذکر دادن که در مورد انفاق بیشتر صحبت بشه و اینها، حتما این کار رو خواهیم کرد. من فکر میکنم که به اصطلاح برنامه گذاری که این کار نظمی که انفاق در اونجا باید تدریس بشه، همون نظمی است که قرآن معین کرده. ما از اول اگه شروع بکنیم آیه هایی که مربوط به انفاق میشه اینها رو تشریح کنیم و با شما در میان بگذاریم، اینها خیلی مفید خواهد بود که عظمت این موضوع ادراک بشه. و حقیقت موضوع این است که حقیقت این موضوع، این واقعیت این موضوع مسلم و کاملا آشکاره. یعنی اگر که ما را آزاد میگذاشتن، انفاق خود به خود اهمیت خودش رو نشان میده، ولی چون منافع سیاسی و اقتصادی همه کسانی که به نوعی با قرآن ارتباط دوستی یا دشمنی یا فکر میکنن دوستی دارن، در سوء استفاده از منابع مالی است، با اتکاء به قرآن یا استفاده کردن از اسلحه قرآن هست، از قرآن به عنوان اسلحه و شمشیر تو چشم مردم کردن، ارزش انفاق رو متحول و متغیر کردن به سوء و به بدی و از انفاق یک چیز دیگه ای ساختن. از انفاق شما خود ما هم تا چند وقت پیش همین فکر رو میکردیم، 40 سال پیش خود من هم همین فکر رو میکردم، با وجودی که خانواده ما خانواده بودن که خیلی هم انفاق میکردن، ولی فهم من از انفاق این بود که یعنی گداپروری و شما رو و خودم رو مختار میدانستم که من دارم لطف میکنم و یک کار اضافی دارم انجام میدم در انفاق. یعنی این فرهنگ انفاق که تو سر من بود، تو سر همه ما هست، این بود که من که به شما 1 دلار پول میدم، من کسی هستم که دارای لطف هستم و لطیف هستم و شما 1 آدمی هستید که به هر دلیل گناه کردید و محتاج شدید، بدبخت شدید، تو سری خور شدید و من به جای این که توی سر شما بزنم 1 دلار به شما پول میدم، پس من چقدر آدم مهمی هستم. اینو مخصوصا اگزاجوره میکنم که حقیقت موضوع بیاد بیرون از تو کار. امروز فهمیدم که اینطور نیست. یک سیستمی هست به نام سیستم مالکیت مطلق حضرت حق. مطلق یعنی هیچ چیزی مال هیچ کس نیست جز او. اون اول دفعه بسته میشه، مهر میخوره سندش، سند مالکیت قطعی و مطلق حضرت حق بر عالم ممکنات. اون که تمام میشه، مرحله بعدی مرحله امانی شروع میشه، چون خدا به عنوان یک موجود غیر جسمانی که مالکیت جسمانی رو در یک وجود غیر جسمانی که ما نمیتوانیم که توجیه بکنیم یا تعریف بکنیم جز از طریق فرمان او، جز از طریق چارتر او، جز از طریق قرآن او، که یک قواعد و قوانینی در ایجاد و در ارتباط رابطه، در تعامل و در تبادل و در تغییر و تحول امکان و نیاز در جامعه باید انجام ده.
یعنی این مالک مطلق نعمتهایی رو در جامعه به صورت امانی در بین مردم جامعه هدیه میکنه و نعمت میده. خدا به بشر هم نعمت میده، هم نیاز میده، هم امکان میده، هم حق میده، هم مسئولیت میده. خدا به بشر هم نعمت میده، هم وظیفه میده، هم امکان میده، هم نیاز میده، هم مسئولیت میده، هم حق میده و همه اینها با هم مرتبطه. به مجموعه این چرخ پیچیده و مرکب امکانی که من دارم، احتیاج و نیازی که من دارم، حقی که من دارم، مسئولیتی که من دارم و این امکان من، امکانی است که امانت در اختیار منه. اینها در رابطه‌ای که با هم دارن چطور امکان و نیاز با هم تعامل می‌کنند، چطور حق و مسئولیت در مقابل هم ارضا می‌شوند و ایجاد می‌شوند، و مجموعه اینها که بر اساس امکان و بر اساس نیاز و بر اساس حق و بر اساس مسئولیت بنا شده در جامعه و بر اساس ترازو و متری که تبدیل و تبادل و تسعیر رو در جامعه معین میکنه، این با یک عنصری به نام نعمت و به عنوان امانت، امکان امانی نه مالکیت، در اختیار نوع بشر قرار میگیره و بشر با این امکانات امانی در جامعه ای وارد میشه که در اثر تحویل و تحول و تبدیل و تبادل و تعاملاتی که انجام میدهد در پایان کار حق و مسئولیت در تعادل قرار بگیرد، امکان و نیاز در تعادل قرار بگیرد و جامعه صلح به وجود بیاید، جامعه‌ای به وجود بیاید که در اون جامعه امنیت وجود داشته باشد، در اون جامعه صلح وجود داشته باشد، در اون جامعه مودت وجود داشته باشد، اخوت وجود داشته باشد، پیوند وجود داشته باشد، وابستگی و محبت وجود داشته باشد، اشتراک و اتحاد و ائتلاف و تولید و تعالی در جامعه وجود داشته باشد و به لحاظ اخوت و وابستگی و پیوند و مودتی که بین مردم هست در بین مردم امنیت برقرار باشد و مردم از امنیت برقرار باشد. اون جامعه جامعه است که بر اساس تطبیق با قانون امانی کار میکنند. قانون امانی چی رو به ما یاد میده؟ اصلا قانون امانی که در مقابل قانون مالکیت ایستاده، منع مالکیت میکنه و وضع امانت میکنه. در مورد یک مال سخن میگه، در مورد یک امکان، در مورد یک ثروت سخن میگه. ترتیب و تحویل و تعامل و تبادل بین امکانات امانی انفاق نام داره. انسان اگر از این زاویه به انفاق نگاه بکنه، اون وقت میفهمه که انفاق یک چیز ریشه‌ای است، یک امر محوری است
اصلا اگه انفاق رو شما از دین کنار بگذارید، هیچ چیز در دین باقی نمیمانه. اصلا دینی وجود نداره. دین روی این محور استواره. اصلا علت وجودی قرآن، قانون امانی، نسبت به چیزی که قانون امکان هست، یعنی میتوان که او رو مالک شد، اگر قانون مالکیت معنی نمیشد، میتوانست انسان تسلط و مالکیت داشته باشد بر امکانات روزگار. این امکان از بشر گرفته شده. این یک وجه انفاقه. ما نمیتوانیم اگر بخوایم دینی زندگی بکنیم، قرآنی زندگی بکنیم، نمیتوانیم مالک چیزی باشیم. مالک چیزی اگر ما باشیم، همه ی قرآن یک جا از درجه اعتبار ساقط است. اگر یک ارزان مالکیت مطلق وجود داشته باشه در شما، برای اینکه این قرآن از اول تا آخرش در مورد این فرضیه سخن میگه، یعنی اساس قرآن بر این محور قرار گرفته که مالکیت وجود نداره. اگر مالکیت وجود داشت، همه این قرآن کتاب فضولی و دخالت به مال غیر میشد. چرا همش راجع به مالکیت صحبت میکنه؟ به این اینو بده، به اون اونو نده، اینو اینجوری قسمت بکن، با این کارو بکن، با اون کار. اگر من مالک خودم هستم، اگر من مالک زمان خودم هستم، مالک مکان خودم هستم، مالک امکان خودم هستم، به خدا چه مربوطه که من نماز بخونم یا نخونم؟ به خدا چه مربوطه که من متصل با خدا باشم یا نباشم؟ به خدا چه مربوطه که من عدالت به خرج بدم یا ندم؟ تسلیم بشم یا نشم؟ مطیع بشم یا نشم؟ و بعد خدا چه حقی داره که من رو که مالک خودم هستم و آزاد و مختار هستم که هر کاری میخوام بکنم، چرا باید من مجازات بکنه؟ اون وقت جهنم و بهشت خدا واژگون میشه، قرآن خدا واژگون میشه، خود خدا واژگون میشه، فلسفه و منطق دین واژگون میشه. شما انفاق رو در مقابل عدم وجود مالکیت در نظر بگیرید برای انسان و انحصار مالکیت مطلق در وجود حضرت حق. اونجا شما انفاق رو اندازه بگیرید، اونجا شما دنبال انفاق بگردید. تا از این بچه بازی ها و از این شوخی ها بیاد بیرون آدم، که انفاق عبارت است از اینی که ما یک پولی چیزی پیدا بکنیم، یک گدایی رو، بچه‌ای رو پیدا بکنیم، یه دلار بذار کف دست این بچه گناه داره. چی رو بچه گناه داره؟ یک دلار چیه؟ کف دست چیه؟ درد جامعه بشر، همه جنگ ها، همه جنایت ها، همه بی امنیتی ها، همه ترور ها، همه وحشت ها، همه اسلحه هایی که می سازند، همه حکومت های استبدادی، همه حکومت های شیطانی بر اساس عدم وجود انفاق در جامعه بشری است. حالا هی می نشینند کسانی که مستکبر هستند، کسانی که منافق هستند، کسانی که فاسد هستند، کسانی که زورگو هستند، هی بریش قرآن بخندید. هی قرآن رو به عنوان یک کتاب مسخره مورد تمسخر و استهزاء قرار بدید. که اینجا نوشته اینطوری، اونجا نوشته اینطوری. سرتون از توی لجن بیرون بیارید. سرتون از توی برف کثافت بیرون بیارید. نگاه بکنید به دنیای واقعیات. البته ما تقصیر نداریم، معلمین ما، معلمین بیشرافت و خائن ما، معلمینی که خادمین استبداد در جهان هستند. استبداد نمیتوانست جهان رو تسخیر کند بدون وجود این معلمین خائن و خودفروش و بیشرافت. حالا یک بار دیگه هم آقای فیسبوک برای بار چندم ما را قطع بکن. در برنامه قبلی هم عرض کردم در ماه دسامبر گذشته 16 بار یوتیوب و فیسبوک برنامه های ما را قطع کردن. گفتن حرفایی که شما میزنید اینسایتینگ هست، یعنی تحریک غیر مجاز میکنه مردم رو، و بعضی جاها هم حرفای بد زدید که قابل پخش نیست. تجاوز یک مرد 60 ساله نرخر به یک بچه 3 ساله تو همین سیستم فیسبوک نشان میده.
اون انسایتی نیست. آقای رئیس فیسبوک، آقای رئیس یوتیوب، اونها انسایتی نیست. اگر من کلمه بی ناموس و بی شرف از دهانم در اومده، برنامه باید قطع بشه، چون دارم با شما حرف میزنم. آخه اون بی ناموس شما هستید، آخه برای این قطع میکنید. ملا فقط نباید عمامه و ریش داشته باشه، ملاهای واقعی همین شما هستید. خجالت بکشید، به جهنم که برنامه من قطع میکنید، که میکنید. خشونت میکنم، من خشونت رو پخش نمیکنم، نیست؟ خشونت رو پخش نمیکنم. به هر حال من لازم میدانم که گاهگاهی در این برنامه ها از بعضی از افرادی که سربازهای گمنام هستند و اینها رو دنیا نمیشناسه، نمیتواند تو هم بشناسه، در خطر هستند. یکی از اینها جناب یحیاست، از آن سوی آبها، که از سربازان دبیر امنیت و دوستی و عشق و انفاق که مدتی بود از ایشان بیخبر بودیم، دستخطی از ایشان دیدیم امروز و باعث دلگرمی من شد که هنوز هم هستند و هنوز هم شنونده هستند. سرکار خانم اشرف تهرانی می نویسند که من فکر می کنم بیشتر باید در مورد انفاق صحبت بشود. در ضمن، آیا انفاق فقط در مورد مسائل مالی مطرح می شود یا در مورد مسائل دیگر هم صدق بکند؟ به نکته بسیار مهمی اشاره کردند. حتما مسائل مالی یک محصول هست از وجود امکان. انفاق با امکان کار داره. مالی به این معناست که امکانات شما با یک کاغذ، با یک بیجک، با یک سند اندازه گیری میشه و با اون سند مبادله میشه. مال وقتی میگیم یعنی همین. ولی مال یعنی امکان. شما یک امکانات مالی دارید، امکانات ذهنی دارید، امکانات امکانی دارید. همون جوری که ما به همه توان و استعدادها و امکانات خودمون زکات بدهکار هستیم، یعنی پاکسازی بدهکار هستیم، که سهم غیر رو ازش بپردازیم بدیم بیرون، باقی که میمانه خالص مال من باشه. تازه وقتی خالص مال من شد، اون وقت شروع به انفاق میکنیم. پرسیده بودند که فرق زکات با انفاق چیه؟ زکات یعنی تقسیم مال. یعنی الان 100 دلار روی این میز من و این خانم اشرف و فرض بفرمایید که آقای اسدی، ما 3 نفر الان نشستیم دور این میز، 100 دلار روی میز پوله. این پول رو اینا نبودن وقتی که پول رو پخش میکردن، سهم اینها رو هم دادن به من. من 100 دلار الان در جیبم دارم، ولی این 100 دلار واقعا همش مال من نیست. ممکنه که 1/3 مال خانم اشرف باشه، 1/3 مال اون آقای اسدی باشه، یحیی باشه. زکات یعنی اینکه من که حسابدار هستم، زی حساب هستم، دست منه. من 30 دلار خانم تهرانی رو بهش بدم، 30 دلار آقای یحیی رو بهش بدم، 40 دلار رو خودم بردارم. این تشخیص و تقسیم که منجر به تزکیه میشه، میشه زکات. زکات از ریشه زکیه، یعنی جدا کردن ناخالصی از خالصی، یعنی اون چی که به جا میمانه یک جنس و خالص باشه، یعنی فقط مال منه. مرحله وقت این میشه اون چی که خدا رزق من کرده، اون چی که خدا روزی من کرده. این 40 دلار از 100 دلار زکاتش پس انجام میشه. اون وقت اون مقداری که باقی میمانه و سهم منه، انفاق به اون تعلق میگیره. انفاق به معنای همونطور که عرض کردم،
خیلی باید حرف بزنیم و امروز اصلا از کارمون یعنی میریم به یک مسیر دیگه. اگر که انشاءالله دعا کنید که امکانات ما همه جور امکانات داریم، از نظر اینکه من جان خودم رو بگذارم، سلامتی خودم رو بگذارم، همه کارهای دیگه رو رها بکنم، ضرر زیان مالی تحمل بکنم، بیام اینجا و مطالب مورد نیاز شما رو با شما مطرح بکنم، من حاضرم. ولی ما به اینجا هستیم و ما با دوستان بدی که در گذشته داشتیم، الان همه دوستان خوبن، همونهایی هم که کمک میکنن یا نمیکنن یا قطع کردن یا قطع نمیکنن، همشون خوبن، از هیچ کدوم گله نداریم، طلبی هم نداریم. اما دوستانی بودن در گذشته که به ما خیانت کردند، دانسته خیانت کردند، اونها ما رو فلج کردند. و من که الان دارم با شما صحبت میکنم، من و همسرم روزی 14 ساعت 12 ساعت 13 ساعت خدا رو به شهادت میگیرم کار میکنیم که بدهی این کردیت کارت هایی رو که روی قول اون افراد سرمایه گذاری کردیم در این شبکه، اینها رو بپردازیم. نه راه پس داریم نه راه پیش داریم. سازمان خیریه است، یک درگیریایی با دولت داریم، خیلی درد زیاده. ولی میخوام اینو عرض بکنم که اگر که ما یک مقداری کمی به کمک هایی که به ما میشه اضافه بشه، ما بتونیم در هفته یه روز دو روز اپراتور دیگه ای بیاریم اضافه کنیم به این اپراتور فعلیمون. خیلی کارا میشه کرد، میشه از وجود شما استفاده کرد روی خط تلفن. شما با هم حرف بزنید و مردم بشنون که من متکلم وحده نباشم. ولی ما از نقطه نظر مالی با دلهوره و تشویش شب و روزی سر و کار داریم که 4 روز دیگه که اجاره اینجا رو باید پرداخت چجوری بپردازیم، پول آنتن رو چجوری بپردازیم، پول این کار چیکار بکنیم، پول اون کار چیکار بکنیم، این قسط ماهیانه 6 تا 7 تا کریدیت کارتی که هر ماه باید پرداخت بشه چه خاکی به سرمون بکنیم. هیچ شکایت نمی‌کنم، هیچ احساس ناراحتی هم، فقط گزارش میدم که سخت این کارها. الان تای صندوق هیچی نیست که مثلا 500 دلار 400 دلار اونو برداریم یه روز حقوق برنامه زنده اداری کردن سازمان رو بدیم. ولی اگر که انشاءالله با کمک شما این امکانات فراهم شد، حتما این کار رو میکنیم. ولی موضوع انفاق همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، یک مقدار زیادی احتیاج به توضیح داره و ما باید اون 110 تا آیه رو اول دفعه لااقل سریع مرور کنیم و یک مقداری نوت برداریم، یک مقداری یادداشت برداریم که اصلا انفاق از نظر قرآن یعنی چی. ما اون پایه و اساس رو باید تغییر بدیم. انفاق رو این چیزی که در گوش ما کردن، یکی البته از نتایج انفاق دستگیری کردن از مردمه، ولی انفاق یک چیزی نیست که بر اساس تمایل و اختیار شما باشه. ما تا به این حقیقت واقف نشیم، خودمون از خدا طلبکار میدونیم. انفاق کننده از انفاق شونده همیشه احساس طلب میکنه که بگیرین 10 دلار رو، بگیرین 20 دلار رو، برو گورتو گم بکن دیگه نبینم اینجا، برو یه کبابی هم بخور ببینم. یعنی من رسیدم در جایی که من دارم به اون کباب میدم میخوره. این منتالیتی باید عوض بشه و این منتالیتی هم جز با مطالعه قرآن و برخورد با نظریات قرآنی قابل عوض شدن نیست. ما یک چیز اشتباهی داریم انجام میدیم. ما به یتیم کمک میکنیم، به یتیم بدهکار بیشتری هم میشیم. چرا؟ چون فکر ما در اینجا فکر میکنیم منم که دارم به اون یه چیزی میدم. شما اگر که انفاق صحیح انجام بدید، دارید انجام وظیفه میکنید. یعنی یه کاری کردید که هیچ جایزه ای هم ندارید شما. مثل این که بگم آقا من دزد نیستم. خب دزد نیستی مگه باید دزد باشی؟ آره من چون دزد نیستم، مردم دنیا بیاین به من مرتب جایزه بدین چون من دزد نیستم. اگه اصل بر اینه که آدم باید دزد باشه. آقا من چشمم پاکه، خب چشمت پاکه، چشمت پاک باشه. مگه باید چشم آدم ناپاک باشه؟
ما همش میگیم که آره آقا من کمک کردم، مگه منو کمک نکنی؟ به چی کمک کردی؟ از چی کمک کردی؟ از این پول من، من کیه؟ پول چیه؟ کی به تو این پول رو داده؟ از کجا به دست آوردی؟ با این دستا دستو کی به تو داده؟ این مغزو به تو کی داده؟ چشمو به تو کی داده؟ آیا اینها همه ابزار امانی هن یا ابزار مالکانه است؟ اون راه محصول این کارآمد تعامل با این ابزار قرضی و ابزار استقراضی به قول علما، شما مگه میتونید چیزی تولید بکنید که مالک اون باشید؟ این سیستم جهان اگر که آدم درک بکنه یک سیستم امانی است و همه چیز در این سیستم جهانی، چه مسائل مالی باشه، چه مسائل مادی باشه، چه معنوی باشه، همه اینها بر اساس قانون انفاق کار میکنه. این رو نگذاشته ملا که مردم با حقیقت پایه و استوانه و محور انفاق در جهان آشنا بشن. انفاق رو یک امر مجاز خاک به سر کرده در جامعه، در صورتی که بزرگترین و محکمترین حکم قرآن حکم انفاقه. انقدر محکم این حکم و انقدر از اهمیت برخورداره که خدا میگه اگر تو انفاق نکنی تو رو هدایت نمی کنم. این قرآن میگه من کتابی هستم فقط برای هدایتم، یعنی این قرآن هیچ کاری ازش بر نمیاد جز هدایت کردن. اون یک کار رو هم میگه من در مورد تو انجام نمیدم الا مگر اینکه انفاق کنی. شما اگر نگاه بکنید به این شاهکار، به این شالوده، به این اساسنامه قرآن، که دیگه از این آفتاب روشن‌تر شما چیزی میخواید که کسی بنویسه؟ خب تو این کتاب نوشتن و ما میخوانیم، نمیریم دنبالش که نگاه بکنیم آخه این انفاق چیه که ما اگر نداشته باشیم هدایت نمیشیم. اگه هدایت نمیشیم خدا میگه من هدایت نمیکنم. ما میگیم غلط میکنی که هدایت نمیکنی، من هدایت میشم، من میخونم قرآن رو حفظ میکنم. وقت دین اسلام به همین روزی در میاد که میبینید اینا حافظین قرآنش هستن که قرآن رو به این روز انداختن، دین رو به این روز انداختن. برای چی؟ برای اینکه تصور اول کتاب رو رها کردن. ملاحظه بفرمایید سوره بقره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب که در فهم آیات آن تردید و شکی وجود ندارد، هدایت کننده کسانی است که متقی هستند. و بعد در آیه بعدی میگوید کسانی متقی هستند که این چنین باشند. یک، الذین یؤمنون بالغیب، یک، کسانی که ایماندار به غیب هستند. دو، و یقیمون الصلاة و قیام کنندگان بر وصل و اتصال و وصال با خدا هستند. من این صلات هم اینه دیگه. این دوتا مجانیه و میشه در موردش دروغ هم گفت. غیب و قبول داریم؟ بله بله. نماز چی؟ هم خواندم هم میخوانم هم همین قبول دارم، مجانیه دیگه. این سومی مجانی نیست و محور تقوا روی همین سومی است. و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه روزی ایشان کرده ایم انفاق میکنن، یعنی اونچه که نهایتا سهمشونه، حقشونه، امکانشونه، امکان حقانی اونهاست، از اون تا انفاق حقانی ما بشه طول میکشه. آخه چیزی رزق ما باشه، هر چیزی که در اختیار ماست که رزق ما نیست،
وقتی پاک شد، سهم ما معین شد، اومد سهم من پروی من، این رزق منه، رزق حلال من. از این میگه کسانی که انفاق نمی کنن متقی نیستن، خب نباشن. آخه میگه یه عیبی میکنه، متقی که نباشن هدایت نمیشن. هدایت که نمیشن گمراه میشن. میگم من از این قرآن هدایت میشم، میگه نه، قرآن تو رو هدایت نمیکنه. قرآن یه شرطی داره، باید تقوا داشته باشی تا هدایت بشی. وقت تقوا رو ما چیزای دیگه معنی میکنیم، میگیم تقوا یعنی ترس از خدا. چی بگم من؟ در آیه 24 دوستانی که در اینجا اظهار نظر کردند راجع به ادامه موضوع زکات صحبت کردند. استاد ابتهی نظرشون رو در مورد انفاق به برنامه و کمک به توسعه فعالیت‌های برنامه اظهار کردند که اگر که برنامه‌ای با دریافت کمک باز هم به علت ضعف مالی قادر نیست که به قدر کفایت برنامه تولید بکنه، داروی این کار این نیست که اون برنامه کمک ها رو قطع بکنن که برنامه از این هم ضعیفتر و فلجتر بشه. درمان کمبود تولید برنامه دادن امکان به تلویزیون هست که بتونه برنامه بیشتر تولید بکنه، نه اینکه امکاناتش رو هم ازش بگیرن. به این منطق اشاره کردند که صحت و سقم اون رو به عهده شما میگذارن. من تعریف از ایشون نمی کنم که به روابط خصوصی متهم نشیم که ما دوست هستیم و از ایشان من حمایت میکنم. نظرشون اینه که شما اگر که میبینید که کسی مریضه و بدنش چرک کرده و آنتیبیوتیک هم میخوره ولی چرکش خوب نمیشه، بهبودش با قطع آنتیبیوتیک انجام نمیشه، بلکه آنتیبیوتیکش رو باید زیادتر کرد شاید خوب بشه. فکر میکنم نظر استاد این بود. به هر حال من از حضورتون اجازه میخوام که برگردیم و به ادامه آیات قرآن بپردازیم. در آیه 67 گفت که حضرت حق در قرآن گفت که انفاق نباید در اسراف و در اختراع باشه. نه اختراع و نه اسراف، هیچ کدام، نه بخل و خسیسی و پس فطرتی و ندادن و دوری کردن و خودداری کردن و مقاومت کردن و کم گذاشتن و دزدی کردن و تجاوز کردن در انفاق مجازه، نه بی حساب و بی سر و ته و بی منطق اسراف کردن و بی هدف و غیر مفید انفاق کردن. یکی از موضوعات بسیار بسیار مشکل و خطیری که در امر انفاق وجود داره، مسئولیت انفاق کننده در ایجاد کفایت و مدیریت در انفاق هست، یا به اصطلاح اون اصل sufficiency به معنای همون کفایت و به اصطلاح مدیریت شده. که شما الان از این یک دلاری که میخواید انفاق بکنید چقدر میشه استفاده کرد، حد اکثر و حد اقل، و شما آیا این حد اکثر رو ایجاد کردید در این امر انفاق یا نکردید؟ عرض میکنم موضوعات پشت سر همی وجود داره که همه اینها رو در فهرست قرآنی میشه پیدا کرد، ولی زمان میخواد. یک مطلب دیگری رو هم اشاره بکنیم در اینجا.
قبل از اینکه وارد بحث ادامه بحث قرآن بشویم. و اون این است که یک خانم افغانی که در سوئیس تشریف دارند و از افراد متفکر و صلاحیت دار جامعه هستند، دوستان دیگر افغانی ایشان هم در سوئیس با این پیشنهاد اینها مواجه شدند که برای خانواده هایی که در افغانستان هستند، بیشتر شاید اصلا فعلا فقط زنهایی که بچه های کوچک دارند و به علت این بچه های کوچکی دارن نمی توانند کار بپذیرند و چیزی هم بلد نیستن که بخوان کار بکنند و این یتیم ها رو باید بزرگ بکنند و هیچ پول و سرمایه و اینها ندارند و امکان انحراف و سقوط اینها خیلی زیاده. اگر به هر کدام اینها حدود 250 دلار 250 دلار سرمایه داده بشه به جای اینکه ماهی 50 دلار به اینها کمک بشه، و اینها مطالعه کردیم ما در افغانستان، می شود که با این سرمایه یک گاری، یک چرخکی، یک فرغانی، یک چیزی تهیه بکنن، یک سبزی بفروشه، یکی چه میدونم چیزهای مختلف بفروشن به صورت گردش که میکنن، به صورت سیار ما در ایران به اینا میگیم دوری کرد یا دور فروش یا فروشنده های سیار. اینها حساب شده که می توانند حداقل 50 دلار در ماه از این سرمایه گذاری استفاده بکنن و چیز بفروشند و با این 50 دلار یه خانواده 3 نفری 4 نفری در افغانستان می تواند که از مردن خودش رو گیری بکنه، زندگی بخور و نمیری داشته باشه و زندگی او رو از گدایی نجات بده. فکر کردیم که در مرحله اول اگر این کار به صورت پروتوتایپ با 30 نفر شروع بکنیم، یعنی 30 تا 250 دلار 7500 دلار سرمایه گذاری در این کار بشه، داره میشه البته این کار که 30 تا خانواده رو با 30 تا زنی که مدیر خانواده هستند، اینها رو 30 تا شغل مختلف در 30 جای مختلف افغانستان اینها انجام بدن و هر کدامشون ماهی 5 دلار از این پولی که ما در اختیارشون میگذاریم به ما پس بدن و این سیستم رو شروع به حرکت بکنیم. اگر انشاءالله با موفقیت توام باشه، به جای اینکه ما هر ماه به افراد یک ماهی بدیم، در اون مسئله چینی به مردم ماهیگیری یاد داده میشه و ما در فرض بفرمید که مثلا تعداد این آدم ها در آینده بشه مثلا 1000 نفر، خب ما در ماه 5 دلار از هر کدوم از اینها قصه پولامون رو میگیریم، میشه 5000 دلار و اون 5000 دلار به 20 نفر خانواده جدید سرمایه داده میشه. یک کار عظیم و بزرگی خواهد شد که یک نوع صنعت خیلی کوچک تجاری پیش و پا افتاده رو میتونه که دامن بزنه و کم کم این به صورت یک پدیده اجتماعی ظاهر بشه. اولین کاری که میکنه به این افراد نوعی استقلال فکری بده، نوعی کفایت بده، نوعی شهامت بده، اطلاع فکری و روانی و درونی به اینها بده، احساسی گدایی نکنن. ما تولید میکنیم، پول تولید میکنیم، کار تولید میکنیم. یک مرتبه من خدمتتون عرض کردم این سطرهای خاکروبه‌ای که توش ظرفای پلاستیکی میریزن، در نزدیکی خانه ما خانم محترم جوانی هست که میاد و میره داخل این سطر خاکروبه و میگرده این شیشه ها و اینا رو پیدا میکنه و میبره میفروشه و زندگیشو میگذرونه. من دو سه دفعه دیده بودم اینو در منزل خودمون، خود منم گاهی از اوقات سطر خاکروبه همسایه های دور توی این ظرفای بزرگ پلاستیکی اینا رو جمع میکنم روی سطر خاکروبه میذارم که این مجبور نشه خیلی بره اون پایینا بگرده. یک روز مشغول کار دیدیم اینو، میامدیم به سر کارمون بریم و اینها، من از ماشین پیاده شدم یه پولی دادم به این خانم، کم هم نبود و اینها به نسبه اون کارها و اینا، این پول به من پس داد و گفتم که این چیزی من از شما نمیخوام، این هم میخوام بدم برم و اینا. گفت چرا این پول رو به من میدی؟ گفتم همین فکر کردم کمک بکنم. چرا؟ گفت نه، این پول رو به از طرف من، همون خانمی که از تو سطح خاک روی شیشه میفروشه، گفت این پول رو از طرف من بده به کسی که شغل نداره و محتاجه. من شغل دارم و محتاج نیستم.
سر من شروع کرد به چرخیدن که گفت من گفت I have a job، این پول بده به کسی که جاب نداره، شغل نداره و بیکاره، مستحق دریافت کمک من مستحق نیستم. ما میخواییم که فکر بکنیم که انشاءالله مطابق این درسایی که ما میگیریم و دیگران میگیرن بتواند که بنیاد خیریه امید که در افغانستان قادر به فعالیت هست رأساً این کار رو با سرمایه گذارهای افغانی که در سوئیس هستند بتواند که این کار رو شروع بکند و بعد انشاءالله وقتی که این کار به غلطک افتاد و شروع کرد به تولید توسعهش بدیم و انشاءالله که جلوی گدایی رو بگیره و اینها هر کدامشون دارای شغل بشه. امید به آینده خیلی زیاده و نعمت خدا و برکت خدا هم شامل حال همه ما انشاءالله خواهد شد. آیه شماره 68 بسیار آیه مهمی است، میگوید که کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمیخوانند، همخوان نمی کنند معبود دیگری رو با خدا، و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده است جز به حق نمی کشند، و کسانی که هرگز عمل زنا انجام نمی دهند، که هر کسی چنین کند مجازات سختی خواهد دید. به سه موضوع در این آیه اشاره می کند. یکی این که در خانش خدا، در خواستن چیزی از خدا و در سخن گفتن با خدا غیر از خدا را در این خانش و در این گفتگو و در این تقاضا و در این مناجات و در این رازگونه سخن گفتن و در این نیاز گفتن و نیاز نمودن به مشارکت و معاونت و معازدت باز نمیخوانند، نه در گفتار با غیر خدا برای خدا هم آواز میشوند و نه در شنیدن کسی رو با خدا برابر میکنند، که خدایا هم به تو میگم هم به این آقای آقاسی، به دوتایی دارم میگم، هر کدوم زودتر کمک کردین که خوش به حالتون. کسی رو کنار خدا قرار نمیدند، نه در گفتن و نه در شنیدن. یک، شرک کلامی به بیان دیگر ندارند، قتل نمی کنند و زنا هم نمی کنند. به سه اصل اشاره می کند، به توحید، به حق حیات و به حرمت انحصار روابط خصوصی و جنسی بین زن و مرد. سه موضوع حیاتی در این آیه مطرح می شود. توحید از طریق احتراز از شرک کلامی که بدترین نوع شرک است. ما میخوایم با خدا شریک درست کنیم دیگه. کلام رو وقتی با کلام خدا شریک می کنیم، عملی ترین و زشت‌ترین نوع شرکه. هم عملی ترینه، چون جور دیگه خیلی سخته که یک کسی رو با خدا شریک کنیم. چرا؟ چون خدا یک موجود غیر جسمانی است. چجوری یک جسم رو با خدا شریک کنیم؟ بگیم این سنگ با خدا شریکه، این یکیش معلومه سنگه، شغاله، ماره، سوسکه، موشه، ابره،
اون طرفش معلوم خیلی سخته این مشارکت. البته درست شده در تاریخ، این همه مشرک خوب داریم دیگه، ولی اینکه کلام رو با کلام مخلوط کنید و شریک کنید خیلی ساده است و به همین علت وحشتناکترین نوع شرکه. مثلا کلام حدیثی با کلام قرآنی، اینا رو ما در کنار هم قرار میدیم و میگیم یکی هستن، یکی توجیه اون یکی رو میکنه. قرآن رو نفهمیدم، آقا حدیث بخون. قرآن انقدر معرفت درش نیست، انقدر توان درش نیست، انقدر امکان درش نیست، انقدر لیاقت و عرضه نداره آقا به شما چیزی یاد بده. حدیث بخونید که ثقیل بودن قرآن رو از بین میبره. آخه این قرآن گفته من اکملم، بی خود گفته. آره خدا یه چیزی گفته تعارف کرده، کجاش اکمله؟ با حدیث اکمل میشه. شما قرآن رو بخونید، گفته چجور نماز بخون آقا؟ نه پس اکمل نیست. آخه خدا گفته اکمله، با همین که نگفتم نماز رو چجوری بخون باز هم اکمله. خدا غلط کرده گفته، بی خود گفته، قرآن کامل نیست. حدیث خوب آقا، شما این حرفا رو بذار کنار. حج رو چی؟ حج رو گفته خدا چجوری حج برو؟ نه کامل نه، و قرآن کامله. نه فهمیدم قرآن ناقصه، فقط یک اشکال دارم که این خدا چرا اینقدر دروغگوه، اون رو نفهمیدم چرا. و یه چیز دیگر هم نفهمیدم آقای معلم، آقای مولا، اونم میشه بپرسم، و اون اینه که ما چرا باید این خدای دروغگو رو که قرآن ناقص رو قرآن کامل اعلام میکنه بپرستیم؟ مثلا سه تا سوال شد، دارم میتونم بازم سوال کنم، دیگه خیلی وقت گرفته میشه. کسانی که توحید رو کنار میگذارن و شرک کلامی با خدا ایجاد میکنن، اینا موحد نیستن. در مورد عابد و در مورد موحد و در مورد بندگان مؤمن تشریح ادامه داره. اینها کسانی هستند که کسی رو با خدا نمیخوانند، لا یدعون، نمیخوانند کسی رو همراه خدا، در کنار خدا میخوانند، ولی معادل خدا و در کنار خدا و در کار خدایی جز خدا کسی رو نمی خوانند، قتل هم نمی کنند و رابطه نزدیک تحریمی، رابطه حرمی، رابطه انحصاری، رابطه اختصاصی رو جز با خدا، بین زن و مرد رو جز با حکم خدا انجام نمی دهند. یعنی در اینجا شما نوعی انحصار می بینید در رابطه جنسی زن و مرد. زنا یعنی که در واقع تجاوز به حریم انحصار رابطه زن و مرد. این موضوع زنا و نکاح یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم جامعه بشری است که فرض بفرمایید که خدا میگه به شما که همه امکاناتت رو باید در اختیار جامعه بگذاری، همه توانت رو، همه امتیازاتت رو، همه اینها زکات داره، همه اینها انفاق پذیرن. اما در انحصاری که ایجاد میکنه، یعنی تحریم در واقع تعمیم و جلوگیری از عمومیت پیدا کردن و در انحصار نگاه داشتن و هیچ نوع امکانی در تعامل و تبادل از این رابطه و از این نعمت به غیر ندادن رو زنا اعلام میکنه در مقابل نکاح. بنابراین در این آیه به سه اصل اشاره میکنه: به توحید و احتراز از شرک کلامی، از قتل نفس و تجاوز به حق حیات. توحید، حق حیات و انحصار نکاح، انحصار رابطه خانوادگی و شراکت و جنسی بین زن و مرد. یعنی شما زن گرفتید و زن خیلی خوبی هم دارید و زیباست و نجیبه و مقبوله و
خانه دار و چه میدونم شغل خوب داره و همه اینها هست. خب چیز به این خوبی نعمت دیگه، حتما از این نعمت باید انفاق هم بکنم. مای 10 روز این زنم رو ببرم و به دیگران بگم که بیان از این استفاده بکنید، خیلی نعمت خوبیه، انفاق بکنم دیگه. زکات هم باید بدم از این، چون بگم که این خیلی لذت بخشه، یک مقداری از این لذت رو من به دیگری بده کارم. ملاحظه میکنید اگر که اصل انحصار نکاح رو برداریم، این ضایعات در جامعه به وجود میاد. در این آیه به 3 انحصار اشاره میکنه: به انحصار پرستش و اطاعت در انحصار خداست، در انحصار سلب حق حیات، گرفتن جان فقط در انحصار خداست، مگر مشروط و محدود به قوانینی که چم به این هست. کل رو عرض میکنم بر اساس، یکی انحصار در پرستش خداست، یکی انحصار در سلب حق حیات نوع بشر است که دست خداست، و یکی انحصار در رابطه نکاحی است. وقتی که رابطه نکاحی به وجود میاد و پایه‌گذاری میشه، استقرار پیدا میکنه، با خودش انحصار به وجود میاره. به متن عربی این آیه توجه کنید، آیه شماره 68: والذین، و کسانی که ایشان، لا یدعون، دعا نمی کنند، دعوت نمی کنند، نمی خوانند، مع، با الله، با الله، الهن، با اون معبود، با اون الله، اله یا معبودی دیگر رو همراه او مورد خوانش قرار نمیدهند. آخر، الهن، آخر، اله دیگری رو، معبود دیگری رو در کنار خدا در امر خواستن و ارتباط برقرار کردن و دعا کردن قرار نمیدند. ولا یقتلون، و به قتل نمیرسانند، النفس، هیچ نفسی را، الذی، که، حرم، ممنوع شده از، حرام شده از، الله، به وسیله الله، الا، مگر، بالحق، بر اساس حق، ولا یزنون، و مرتکب زنا نمی شوند، و من، و هر آن کس، یفعل، چنین کند، ذالک، او، یلقا، مقابل خواهد شد و روبرو خواهد شد، اثاما، با تنبیه شدید و در واقع سخت مواجه خواهند شد. در آیه شماره 69 عذاب او در قیامت 2 برابر می شود و با ذلت و خاری در اونجا باقی خواهد ماند. همونطور که بارها در مورد بهشت و جهنم و معاد و رستاخیز و اینها صحبت شده، و اون هم باید که از موضوعاتی است که در کنار انفاق، موضوع معاد و موضوع رستاخیز، موضوع بهشت و موضوع جهنم هم باید در سطح وسیع به عنوان یک موضوع واحد و مستقل با اتکای به آیه های قرآن بهتر بررسی بشه. ولی همینقدر به صورت خلاصه عرض میکنم که وقتی ما به جهنم، لغت جهنم برمیخوریم در قرآن،
میبینیم هم در گذشته فعل ماضی هم فعل حاضر مضارع به اصطلاح حال و هم در مضارع آینده درباره این جهنم صحبت کرده، جهنمی که اتفاق افتاده، جهنمی که داره اتفاق میفته، جهنمی که اتفاق خواهد افتاد. و این تغییرات و تبدیلات زمانی باعث میشه که جهنم رو از یک کانسپت محفوظ و مظروف ظرف زمان خارج بکنه و به صورت یک پدیده اکتسابی در مقابل جبر اختیاری باید بگیم که ما تولید میکنیم قرار داد. در اینجا میگوید که عذاب او، عذاب کسی که مشرک است، عذاب کسی که زنا میکند، عذاب کسی که قتل میکند، حالا در این دنیا هم البته قانون وضع میکنن، شورا قانون وضع میکنه و مورد تنبیه قرار میدن شخص رو، ولی میگوید که مجازات اصلی که شخص با او روبرو خواهد شد مجازاتی است که روز قیامت، روز برپا خواستن. قیامت هم باز ابعاد مختلفی داره، معانی مختلفی داره. وقتی که آدم در قیامت برمیخیزه یا آدم در بهشت برمیخیزه یا آدم از درون خواب خودش برمیخیزه یا خفتگی رو کنار میگذاره و برمیخیزه یا از غفلت برمیخیزه و از غفلت قیام میکنه، معنی قیام هم لزوماً بلند شدن و نشستن و اینها نیست و قیامت هم فقط اشاره به یک واقعه مشروط و محدود و معینی در یک زمان و قالب خاصی نمیکنه. موضوعات گسترده و شمول مرکب و پیچیده ای دارند اینها که بیشتر در مورد مفهوم قرآنی قیامت و معاد و اینها باید صحبت بشه، ولی در اینجا به هر حال به قیامت اشاره میکنه که مجازات اونها در قیامت بیشتر هست از مجازاتی که در این دنیا به اونها به اصطلاح وارد میشه. آیه شماره 69 یضاعف، دو برابر خواهد شد لهو برای ایشان العذاب، تنبیه یوم در روز القیامتی قیامت و یخلود و خلود خواهند کرد فیه در آنجا مهانا، در حالتی که مورد اهانت قرار گرفتند، در حالی که خار و مورد توهین قرار گرفته خالد خواهند شد در اون حالت و در اون شرایط. خلود رو تشکر میکنم و دافرمان، خلود رو به عنوان جاودانگی معنی کردن، 100% اشتباهه. خالد به معنای سرنشین و به معنای مقیم هست و یکی از معانی خلود عدم ترکیب و عدم تعلق به ذات هست. یعنی که اگر ما خالد جهنم هستم، من خالد جهنم هستم، از جنس جهنم نیستم. اون وقت این کلمه خلود رو وقتی ما میگیریم در یکی از تعریف‌های جهنم میبینیم که جهنم اونها عبارت است از سنگ‌هایی که قلب‌های اونها رو اون سنگ‌ها تشکیل می‌دن، که این سنگ‌ها گداخته میشه و آدم‌ها رو می‌سوزونه تا تنبیه می‌کنه. این سنگ ها قلب های آدم هایی است که دیگه احساس قلب بودن نداره. شما رو به خدا ببینید مشابهات قرآن رو، باز منحرف نشیم بریم جای دیگه، ولی اینطوره. در آیه شماره 70، آیه 69 درباره قیامت
در مورد خلود صحبت میکنه. این را از گفتم هم زود رد بشیم که خلود عربا بر این که معنی سرنشین میده، در فارسی ما به جای سرنشین میگیم تهنشین. خلود حاصل شده، میگیم این شکر رو در آب ریختی، این خلود میکنه، یعنی تهنشین میشه، بیرون نمیره، توریست نیست که پرواز کنه بره جایی، همونجا هست، تو لیوان هست، تو فنجان هست، خلود میکنه، پایین میشینه. دفعه پیش هم عرض کردم که خلد یا خلود به زبان انگلیسی رزیدنس معنی میده و رزیدنس از ریشه رزدو به معنای رسوب میاد، یعنی جدا شدم، رسوب میکنه یعنی جدا میشه، سنگینه میاد پایین، قاطی نمیشه ولی اونجا هست، نقاطی میشه نمیتونه بیاد بیرون. به این حالت میگن خلود و خلود رو معنی میکنن جاودان، مثل خود خدا که جاودانه، خلود هم میگن اونجا در جهنم جاودان باقی خواهد ماند. بله آقا اینطوری خواهد شد. در آیه شماره 70 استثناء بر حکم قبلی، مگر کسانی که توبه کنند و عمل نیکو انجام دهند که خداوند گناه آنها را به حسنه، به اعمال خیر تبدیل می کند و خدا بسیار بخشنده و بسیار رحیم هست، بسیار غفران کننده و رحمت کننده است، غفور رحیم هست. متن آیه به این ترتیب است که اشاره به توبه می کند. توبه به معنای بازگشت توبه کننده در اکتساب شرایطی است که او رو لزوماً در مقام قبل از ارتکاب فعل توبه شده قرار می‌دهد. من دزدم، دزدی می‌کنم، بعد از دزدی کردن توبه می‌کنم. توبه من به این معناست که من از اینجایی که الان هستم برگرفته شوم. الان کجا هستم؟ تو زندان هستم. الان کجا هستم؟ تو جامعه هستم، همه من نگاه میکنم میگن دزده. برگرفته بشوم از اینجا و بازگشت پیدا بکنم، به مقامی برسم، به جایی برسم که هنوز دزدی نکردم. خوب توجه میکنید، به خیلی چیزا هست که نه توبه تعلق میپذیره نه انتقام. مثلا شما در مورد انتقام فرض بفرمایید که مجازاتی که چشم شما رو در بیارن، دست شما رو، مجازات به مثل داریم برای اینکه جلوی این کارها گرفته بشه، البته توصیه شده ببخشید ولی اون رو هم داریم، انتقام، مقابله به مثل. حالا میگن این یک کسی به اومده به زن من تجاوز کرده، جنایت دیگه، حالا بعد اصل انتقام رو رعایت کنیم، چی کار کنم؟ منم برم به زن اون تجاوز بکنم؟ اینو نداره در قرآن. بعضی چیزا هست که این قواعد برش تعلق نمیپذیره و اون کار رو که باعث شده که اون تنبیه بشه از شمول قانون انتقام بیرون میبره، به علت طبیعت انتقام که خود انتقام اگر که یک گناهی رو پایه‌گذاری بکنه اون انتقام برداشته میشه. مثل همین موضوعی که مثالش رو خدمت شما زدم که در این مورد انتقامی وجود نداره. حالا یک کسی دزدی میکنه، الان دزدی کردم، اموال شما رو برباد دادم، حالا این اموال شما رو که برباد دادم، مثلا یک کاری کردم که شما در یک کاری ورشکست شدید، رشوه گرفتم، خیانت کردم، پول شما رو از بین بردم، نوعی دزدی غیر مستقیم کردم. ما فقط دزدی اینو میشناسیم یه دستی از آستین بیاد بیرون بره تو جیب من، این فقط دزدیه. از تو کیف میشه پول دزدید، از منزل البته، از سر کار، از کار آدم میشه دزدید، بله، از حقوق کارگر میشه دزدید، بله، اینا همش دزدیه دیگه، هیچ کدومش هم دزدی نیست. دزدی آقا فقط برای وقتی است که یک کسی دستشو بکنه تو جیب شما. قمار، بالاترین دزدی که در جامعه ما هر روز هر شب میشه،
و دولت‌های بزرگ ازش حمایت میکنن همین قماره. اتفاقا خود همین آمریکایی‌ها قانون دارن برای دزدی که قمار رو در دزدی از نظر حقوقی معنی میکنن اینها. Larceny by pretense. دزدی با تحمید. که شما دزد رو میبینید اون طرف میز نشسته همه پولای شما رو میدزده. بعدم این خیلی ممنونم که پولای من دزدیدی. در زمانهای قدیم در بعضی از کشورهایی که ما هم با اونا آشنا هستیم افراد با همسرانشون و دخترانشون میامدن قمار میکردن که اینها رو همه رو میباختن، بعد زنشون رو میباختن، بعد دخترشون رو میباختن که پولی قرض میکردن و ادامه میدادن به قمار. قمار چیز خیلی معتاد کننده است که اعتیاد از قمار هیچ امکان نداره. هیچ کس تا به حال نشده که معتاد به قمار بوده باشه بیرون اومده. البته خب یه آدمی رو میندازن زندان قمار نمیکنه هر که قمار نکرده، امکان قمار نداشته. اگر که کسی معتاد به قمار باشه، امکان قمار هم داشته باشه، هیچ وقت نمیتونه قمار رو کنار بگذاره. هروئین رو کنار میگذاره، قمار رو نمیشه کنار. قمار یه جور دزدیه. منظور اینکه اون آقا اون برای میز نشسته همه اموال منو برده، زن منو برده، دختر منو برده، گفته اینا رو بگیر، با این سر اینا بازی میکنیم، سر زنت بازی میکنیم، سر دخترت بازی میکنیم. اگه برنده شدی پولاتو پس میگیری، برنده نشدی زنت امشب پروی من باید بخوابه. به همین سادگی. برای همین هست که قمارخونه ها اکثرا هتل های خیلی قشنگی کنارش میسازن. حالا اینجا که موضوع زن و شوهری و این حرفا نیست، موضوع گرلفرند و ملفرند و از این حرفا هست که دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اونا رو نمیشه گرفت. دزدی منظور این که حالا من دزدی کردم، حالا توبه میکنم، یعنی بر میگردم به جایگاه قبل از ارتکاب دزدی. بعضی چیزا قابل برگشت نیست. دزدی ناموس قابل برگشت نیست. میگم من به این خانم دوستم یک تجاوز کوچک جنسی یه دفعه یه شبیه با هم بودیم، حالا توبه خدا یا بله خدا میگه بله. آقاسی تلفن میکنه بفرمایید چه مرگیتونه، من میخواستم بگم یه کثافتی خوردم، یه همچی کاری کردم و اینا، خدا اومدم توبه کنم. بیچا کردی مردی که خدا به من میگه بی شرافت، چی رو توبه میکنی؟ یعنی من تو رو قرار بدم در جایگاه قبل از ارتکاب زنا و تجاوز جنسی. یعنی برای قربان دقیقا همین رو میخوام. خدا میگه یک چیزی رو فراموش کردی احمق به من، و اون این است که اصلاح، شرط اصلاح باید باشه. یعنی شما اون خسارتی که وارد کردی باید برگرد، زمان رو باید قادر باشی به عقب برگردی. من 100 دلار شما رو خوردم، 120 دلار میدم، از شما رضایت میگیرم. من یک شب با زن شما هم خوابگی کردم، حالا میخوام اصلاح کنم. چون توبه سند اصلاح میخواد. من توبه کنم خدایا بله من دزدی کردم، غلط کردی، دزدی کردی، پشیمانم، از کجا بفهمم؟ حالا گریه میکنم، پلان میکنم، نشون میدم. میخوای چیکار بکنی؟ هیچی، میخوام برگردم به جایگاه قبل از دزدی. میخوام مورد غفران قرار بگیرم در این بازگشت، در این توبه، در این بازگشت به عقب. 120 دلارم دادم به این آقا، رضایتم گرفتم. خدا ببین دو دوربین منو نگاه کن، خدا اینم صد، اینم رضایت نامه. ما خدا نگاه میکنه و میبینه درست همه چی، شما رو برمیگردونه به مقام توبه. وقتی در مقام توبه قرار گرفتید مورد غفران قرار میگیرید. این فرق غفران و توبه است که پرسیده بودی مغفرت با توبه چه فرقی میکنه. این فرقو میکنه. مغفرت در مقام توبه اجرا میشه، تأثیر میکنه، اونجا به کار میره. ولی توبه در واقع آماده شدن برای بخشیده شدن هست، بخشیده شدن نیست خود توبه.
ولی وقتی آدم توبه میکنه در جایگاه توبه قرار میگیره، بخشیده شدن شاملش میشه. ولی اینا دو تا چیز جدا هستن از هم. توبه میکنه، یه خدا اصلاح کردی؟ یه نه، شرط توبه اصلاحه. بعضی از باز پرسیدید که همه گناهان خدا میبخشه، گفتم همه گناهان خدا میبخشه جز شرک. شرک رو هم میبخشه، اما شرکی که قابل اصلاح باشه. یه دفعه دیگه هم خدمت شما عرض کردم، همه اینهایی که با زبانهای مختلف ولایت فقیه هستند، مثل اسرائیل، مثل عربستان، مثل ایران، مثل انگلستان، اینا همه بزرگانشون، رئیس جمهورهاشون و پادشاهاشون، همه اینا ولی فقیه هستند. یک نوعی از طرف خدا برگزیده شد. حالا این میخواد توبه کنه، میگه من ولی خدا هستم، ولی شیطانن همشون. میگه من ولی خدا هستم. الان فهمیدم که ولی خدا نیستم. ولی کی هستی الان؟ الان قبول کردم مردم جهان، مردم نمیدونم تامارا، اسم یک کشوری بگم تامارا که گیر نیفتیم، باز این فیسبوک ما رو قطع نکنه با اون برادر محترمشون یوتیوب. میگه مثلا مردم قندیل، مردم زولبیا، یک کشور دیگه، من تا دیروز گفتم من نماینده خدا هستم، امروز میگم من دروغ گفتم، من نماینده شیطان هستم، آیا بخشیده میشم؟ آیا توبه من پذیرفته میشه؟ خیر. خیر. چرا؟ برای اینکه اصلاح پذیر نیست. من امروز اگر در مقام ولایت فقیه یا مقام ولایت انگلیسی یا ولایت عربی یا همینایی که هستن دیگه، اینا ولی های خدا یا ولی اسرائیلی، اگر من امروز گفتم خدایا مردم، من تا دیروز دروغ میگفتم، الان راست میگم من ولی شیطانم، ولی خدا نیستم، همه مردم میگن انقدر این آقای آقاسی آقاست و انقدر گذشت داری که به طعنه چنین گفت. منظورش واقعا این نبود که، یه چیزی دیگه بود. یعنی میخوام عرض بکنم که اصلاح نمیشه. یک جامعه رو گمراه کردم، یک جامعه رو خرافی کردم، یک جامعه رو با خشونت دینشون رو مخلوط کردم، یک جامعه رو به دزدی و تجاوز. میگن آقا اسلام دینی است که بر مبنای حق اختیار و چنین چنان، هزار دفعه اینا رو گفتیم. میگن نه خیر، اسلام دینی است که تجاوز مرد به دختر 4 ساله رو مجاز کرده، آقای فلان هم در کتاب فلان نوشت. مردی که ول نمیکنه دیگه، میگه من جواز دختر 4 ساله از ولی فقیه گرفتم. هیچ جای دنیا به این خوبی نمیشه، به این مملکت به این خوبی. هر جای دنیا به دختر 4 ساله که جای خود داره، به دختر 400 ساله هم نگاه چپ بکنی، چوب تو آستینت میکنن. رئیس جمهورش از تخت رئیس جمهوری میارن پایین با همه فساد و کثافتی که دارند. من از اون کشور پامو بیرون نمیگذارم. گلستان اون بهشتی که خدا میگه همونجاست. از این دخترای 4-5 ساله با سادیسم جنسی که من دارم بگیر، اینها رو قلقم کن، بکش و به اینها تجاوز بکن. پیغمبر گفته، قرآن گفته. حالا تو وقتی که به عنوان ولی کتاب مینویسی و این کار جنایت وحشتناک حیوانی رو، که حیوان همین کار رو نمی کن. حیوان این کار رو نمی کنه. حیوان به یک حیوان صغیر تجاوز نمی کنه. مردم ما می کنه. چرا؟ ما ولی فقیه داریم، ما مشرک داریم که با خدا هم کلامه، کلامش با کلام خدا هم کلام شده. برای این افتضاح و گند به بار میاد در جامعه. دیدونی چرا؟ برای این. باز هم آقای فیسبوک بگو صداشو بلند کرده، صدا را قطع کن. چرا نمیشه توبه کرد؟
برای اینکه شما چنان جندی به وجود آوردی که این جنایتکارا، این سادیسمی ها، این بیماران روانی رو که به نام دین تربیت کردی در جامعه، این سگهای هار رو که به جان ناموس مردم انداختی، و که اینا دست برمیدارن میگن آقا هر چی گفته درست گفته. بنابراین آقا نمیتونه اصلاح بکنه، حتی توبه بکنه که آقا من شکر خوردم، این حرف زدم، اشتباه کردم، مردم من دروغ گفتم. مردم میگن آقا شوخی میکنیم، اون حرف اولتون درست، ما ولکن نیست، ما از شما قول گرفتیم، ما مقلد شما هستیم. آقا دختر، دختر 3 ساله 4 ساله بگیر هر چقدر میخوای تجاوز کن، خاصیت داره، خدا خودش گفته. از کی؟ از زبان تو. بعضی چیزا منظور هست که اصلاح پذیر نیست، بنابراین توبه پذیر نیست. شما به یک زنی تجاوز میکنید، تجاوز به یک زن بالاترین گناهی است که به نظر من 1000 بار از کشتن اون زن بیشتر خسارت وارد میکنه، برای اینه در ردیف قتل قرار داده تجاوز جنسی رو قرآن. اصلا هیچ چیزی از اون زن باقی نمیمونه، تحقیر و تمسخر و حقارت و بدبختی و بیمار کردن و اصلا خیلی باید راجبش حرف زد، اصلا مطلب خارج میشه. توبه وقتی پذیرفته میشه که اصلاح قبل از توبه انجام پذیر باشه. شما هیچ وقت نمیتوانید که توبه از زنا بکنید، یعنی چون اصلاح نمیشه. زنی رو که شما مورد تجاوز به عنف قرار دادید، هم به صورت فیزیکی، هم به صورت ذهنی، هم به صورت تعهد، حالا این زن الان هست، حالا چی کارش بکنید؟ توبه میکنی؟ چی رو توبه میکنی؟ با اون خانم معذرت خواهی میکنی؟ پول بهش میدی؟ چه غلطی میکنی؟ هر کاری بکنی این دیگه بر میگرده به حالت قبل از اینکه تو بهش تجاوز کرده بودی. بنابراین ما اگر که میخوایم کاری بکنیم باید توجه داشته باشیم که همه کار با توبه نمیشه. شرک هم میشه با توبه، اگر شرک آثارش منتشر نشده باشه، اگر سرطانش وارد خون نشده باشه. اما اگر شما جامعه رو سرطانی کردی، چی رو توبه میکنی؟ معذرت از چی میخوای؟ شما سر یه نفری که بریدید از چی توبه میکنید؟ توف میزنید سرشو، میچسبونید سر جاش؟ چه میکنید آخه؟ این موضوعات خیلی ساده است، ما بی جهت مشکلش میکنیم، یعنی مشکل میکنند برای ما که میگن دین چیز پیچیده. چه دی پیچیده؟ دین بر اساس عقل کار میکنه، میگه آقا اگر که تو اصلاح میکنی توبت رو من میپذیرم، توبه که پذیرفتم غفران شامل حالت میشه، اگر فعلی که انجام دادی اصلاح پذیر نیست، توبه پذیر هم نیست، بایست و مجازاتت رو دریافت کن. بس که در این آیه شماره 70 قرآن میگوید که مگر کسانی که توبه کنند و عمل صالح انجام بدهند، برای توبه کردن اصلاح بکنند، یعنی در واقع تا بتوانند که به توبه برسند، و در این حالت یعنی اگر که اصلاح کردند و در جایگاه توبه قرار گرفتند، مورد مغفرت قرار میگیرند. مورد مغفرت که قرار گرفتند در واقع خداوند گناهان اونها رو به حسنات تبدیل میکنه. این موضوع غفران در مقابل عفو قرار داره در این آیه. ما وقتی که گناهی مرتکب میشیم اصلاح میکنیم، در مقام توبه قرار میگیریم، دو حالت در اونجا به وجود میاد. یه وقت عفو میشه، بخشیده میشه، یه من اشتباهی کردم میگه که ندیده میگیریم، برو رد میشه میره. یک وقتی در عمل صالح عملی انجام میدیم در اون اصلاحیه که اونقدر این اصلاح مفیده
که علاوه بر اینکه ما رو در جایگاه توبه قرار میده، در جایگاه استغفار قرار میده. جایگاه استغفار با جایگاه عفو یک تفاوتی که داره این است که عفو فقط گناه بخشیده میشه. در مورد مغفرت و به اصطلاح مورد غفران قرار گرفتن، اگر که انسان بتواند که به اون مقام و به اون پله برسد، اون چه که گناه کرده، مثلا دزدی کرده، رسیده به جایی که استغفار میتواند که به او شامل بشود. و میگن این علاوه بر اینکه دزدی نکرده، تمام اون دزدی هاش به حساب خیرات گذاشته میشه. 100 دلار دزدیده ولی به مرحله استغفار رسیده، میگن این آقا 100 دلار هم اعانه داده، اگر بتواند که به اونجا برسه. این فرق عفو و غفران هست و شروط قبول توبه. آیه شماره 70 تا فرمان: الا مگر من کسی که توبه کند و آمن و ایمان بیاورد و عمل و انجام بدهد عملا عمل صالحا صالحی که موجب اصلاح گناه و برگشت گناه در واقع بشود. صالح اینجا در ارتباط با برگشت به حالت قبل از ارتکاب گناه است. فاولائک پس برای ایشان یبدلو تبدیل خواهد کرد الله سیئاتهم گناهان ایشان را حسنات در مقام حسنات و کان و می باشد الله غفورا غفور رحیم رحیم. خداوند غفران تشکر میکنم اتاق فرمان غفران کننده است خدا که غفران او بر اساس و بر استاندارد رحمت است. اصل رحمت یعنی پرورش و حمایت از حیات. اصلا رحمت چیز دیگری معنی نمیده در ریشه و حتی در حیات. حیات بخشی و حیات آفرینی و حمایت حیات و مقاومت در مقابل سقوط حیات، اینا معنی رحمت. میگوید که این شغل این خدا در مقام غفور، خدا دنبال بهانه میگرده که غفران کنه، علاوه بر اینکه گناه رو ببخشه، گناهت هم تبدیل به ثواب بکنه. بگه این دزدی کرده، نه دزدی نکرده، این کمک کرده به دیگران، ولی به شرط اینکه تو هم ایمان بیاری، دروغ نگی، و هم اینکه کاری که کردی قابل اصلاح باشه. ببینید چقدر تاکید میشه، اصل روی قابلیت اصلاح. میتوانی آیا اصلاح بکنی؟ این روغن ریخته رو میتونی از روی زمین جمع کنی؟ بعد توبه وسط میاد، بعد عفو وسط میاد، بعد استغفار وسط میاد. میگه نه، روغن ریختم رو زمین دیگه جمع نمیشه. خدا میگه خیلی متاسفم، دفعه دیگه روغن نریز رو زمین، یه کاری بکن که بشه پاکش کرد. اینو نمیشه پاکش کرد دیگه، روغن رفته تو زمین، خواهی چی کارش کنی؟ جمع کنی بریز تو شیشه؟ این معنی غفور و معنی رحیم هست. در آیه شماره 71 میگوید و هر کس توبه کند و نیکوکار شود، توبه اش به سوی خدا در واقع پذیرفته می شود و باز می گردد در بازگشت به خدا. آیه 71 و من و هر کس تاب توبه کند و عمل و
عمل صالحا اصلاح گناه و جرم انجام بدهد، فإنه بی تردید او یتوب، بی تردید او یتوب باز می گردد به سوی الله، الله متابا در حال توبه کننده. همه به سوی خدا بر تشکر می کنم خدا برمانه، همه به سوی خدا بر می گردند. اما اون کسی که توبه می کنه با اون کسی که توبه نمی کنه، هر دوی اینا به خدا بر می گردند، ولی یکی در مقام گناهکار بر می گرده، یکی در مقام توبه شونده و توبه کننده بر می گرده. پذیرش توبه بار دیگر تأکید می کنه در این آیه قرآن که بر اساس امکان اصلاح هست. توجه بکنید این امکان اصلاح خیلی موضوع مهمی است که در قرآن مطرح میشه. جناب استاد راشد رستمی مرحوم فرمودند که، البته چون ایشون فرمودند منم مجبورم بخوانم، که کتاب تحریر الوسیله یکی از همان افتضاحات است که به هر حال جامعه اعظم فقاهت تهیه کننده و پشتیبان اون هست. و کتاب تحریر الوسیله ما از نظر اطلاعی که مجبوریم بدهیم، ما دیگه سانسور نمیپذیریم، ولی ما به کسی هم توهین نمی کنیم. کتاب تحریر الوسیله به وسیله آیت الله خمینی نوشته شده و ایشان پاسدار و پشتیبان مطالب و ارزش هایی هستند که در کتاب تحریر الوسیله نوشته شد. خانم بهار میگویند که یک پیشنهاد دارم که اگر یک مقدار ماهانه حق و شمول هر کدام ما بپردازیم تا جای یک گوشه از مشکلات مادی شما گرفته شود، مشکلات حل می شود. همینطور هر کسی باید از خودش شروع کنه و من فکر میکنم که ما نباید منتظر یکدیگر باشیم و هر کسی که فکر کنه که این کار مفیده و به صورت یک وظیفه است، نه به خاطر آقاسی یا به خاطر خانم بهار یا دیگری یا دیگری، یا کسی فکر میکنه که این کاری که الان داره میشه قبلا هم شده، کتابش هست، جایی نوشته شده، برن کتاب بگیرن بخونن. این برنامه رو ما تقدیم میکنیم به اونها، تعطیل میکنیم میریم. اما اگر که دیدین که هیچ کجا تا به حال این صحبت ها گفته نشده، حالا صحبت های غلط هم هست اینایی که من میکنم، ولی این فرصت داده میشه که مردم رو این صحبت های غلط اظهار نظر بکنن، گفت و شنود بکنن، من تصور میکنم که هر کسی باید وظیفه خودش رو به خدا انجام بده و منتظر بقیه هم نمانه که حالا بقیه میخوان صندوق درست کنن یا نکنن. شما 10 دلار در ماه میدید، اون یکی 10 دلار میده، اون 5 دلار میده، 20 دلار میده یا نمیده، به هر حال هر پول مختصری که پرداخت بشه کمکی میشه و یک قدم به طرف جلو هست. حتما برگشت و عقب کردی انشاءالله که وجود نخواهد داشت. موضوع اصلاح برای نیل به توبه یکی از موضوعات بسیار مهم قرآن است. در آیه شماره 72 میگوید که و آنان هستند که به ناحق شهادت نمی دهند و هرگاه با عمل لغو و بیهودهی از سوی مردم روبرو شوند، بزرگوارانه از آن در می گذرند. دو موضوع مهم و حیاتی اتفاقا در ارتباط با همین موضوعی که استاد رستمی مطرح کرده بودن در اینجا مطرح شده. یکی این که شما چشم پوشی نباید بکنید،
کشپوشی یعنی مثلا یک امری رو که شما هم مسئول به شهادت هستین، هم شما عارف به اون موضوع هستید، مطلع از اون موضوع هستید، محقق هستید، در تحقیقاتتون به این برخوردید، میگید حالا چون این موضوع سیاسیه، چون اینطوره، چون اونطوریه، من این شهادت خودم رو نادیده میگیرم. ما که ندیدیم، ما در مورد آیت الله فلان به این هرچه حکم صادر کرده، این خیلی به جاهای باریک پر میخوره و خطر داره. نگو. اون میگه اگه چیزی به شهود تو رسید، به شهادت تو رسید، مورد شهود تو قرار گرفت، برای تو ایجاد مسئولیت میکند. وای به حال ما مسلمانان، وای به حال بی اطلاعی و جهل ما نسبت به مسئولیت دینی که مدعی هستیم که اون دین ما داریم. شهادت شما یعنی مشاهده یک امری. شما یک امری رو مشاهده میکنید، حسن حسین رو کشت، حسن بور حسین رو خورد، حسن یکی زد تو سر حسین. این مشاهده ای که شما میکنید، این علمی که شما اکتساب میکنید، این اطلاعی که شما اکتساب میکنید، برای شما ایجاد مسئولیت و بدهی شرعی میکنه. یا به من چه مربوطه؟ چشم تو دربیش کن، میخواست نگاه نکن. ما که ندیدیم، من دستشو دیدم آقا بلند شد، ولی دیگه من دستشویی میخواستم برم، خیلی تند بود کارم، رفتم ندیدم. میستادی همونجا، همه کاراتو تو شلوارت میکردی، ولی نگاه میکردی که این حسن بالاخره تو سر حسین زد یا نزد. چون میبینی که الان این کار پتانسیل این رو داره که به محکمه بره و شاهد بخوان. از شهود فرار نکن، از مشاهده فرار نکن. چشم خودم رو من، بسه من که نمیدونم، من داشتم با عمم تلفنی صحبت، بی خود تلفن رو باید بذاری زمین ببینی حسن دو سر حسین میزنه یا نه. اصل اینی که ما موضوع مشاهده یک بدهی تو به جامعه است، موضوع مشاهده یک بدهی تو به قربانی این واقعی ستمه. حقه و مسئولیت، حق، حق رو باید شناخت، محق و مدیون رو هم باید شناخت. محق حق کیه؟ مدیون حق کیه؟ اون که ضربه بهش وارد میشه، اون محق حق تو مدیون اون حق هستی. حالا اون جنایتکار با چاقو زده تو کله اون، تو اونجا بودی، میرفت که این چاقو رو از جیبش بیرون بیاره، امکان وقوع این امر وجود داشت. میگه آقا ما که نمیخوایم، سرمون درد نمیکنه، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. یک چیزای چرت و پرت مزخرفی که حال تهوع به انسان دست میده. غلط میکنی که دستمال نمیبندی. من که چشمم بستم رفتم آقا، نمیدونم چی شد. ما چی کار دارم فردا جلوی خدا؟ فردا خدا چیه؟ دروغگو خدا کیه؟ خدا چیه؟ خدا ناشناس. خدا که خدا به تو گفته اگر این دستش رو میبره بالا، امکان و احتمال این داره که یک فعلی اتفاق بیفته و تو فعل محتمل الوقوع رو از پیش مشاهده میکنی، بیست در اونجا تا شاهد کامل باشی، تا حقی ناحق نشه. بعد میری دادگاه، آقای قاضی، خانم قاضی، بله من به چشم خودم دیدم این با کلنگ زد تو سر این آقا، هیچی، تمام شد، من با چشم خودم دیدم. نه، من فکر میکنم که اینا دعواشون بود. آقای قاضی من نمیدونم، به جان مادرم، من دیگه دیدم که اینا فوش میدن. اینا میدونید ماها چون از نظر شرعی نمیتونیم فوش بشنویم و اینها، من رفتم. زن خانوم بیرون منتظر بود، میخواستیم بریم کدو بخریم، رفتیم بقالی و اینها، نشنیدم من. خدا شاهدی، خدا تو شاهدی، بله خدا میگه شاهدم، دیدی نخیر، ولی تو دیدی، تو داری از وظیفه خودت فرار میکنی، تو مدیون و مسئول احقاق حق محق مظلومی هستی که در این واقعه هستی. ما در اجتماع که زندگی میکنیم، مثل گاو که نمیتونیم زندگی بکنیم، فقط بخوریم و دوممون رو تپون بدیم رد بشیم بریم. دعوا شده بیست اونجا، باید یک حقی در اینجا محقق بشه و این امر با شهادت انجام میشه، با مشاهده و شهادت دادن
با سند با استناد به سند و استناد به گفتار شهود باید یک امری ثابت بشه. تو یک پایه‌ای از عدالت هستی الان در اینجا، تو ارزش کارت مطابق یک وکیل، مطابق یک قاضیه. تو الان میتونی یک خونی رو بی‌بها کنی در اینجا، یک خونی رو به هدر بدهی. یه کار داشتیم رفتیم بقالی، آقا ما خودمون رو درگیر نمی کنیم. تو پاتو که روی کره زمین میذاری خودتو درگیر کردی. منظور این که شهادت هم حق هم مسئولیته، شهادت مشاهده هم حق هم مسئولیته. اون کسی که قربانی قرار میگیره بایستی که وقایع او مشهود شما قرار بگیره، که امکان مشاهده داشتید و امکان مشاهده به شما بدهی به وجود میاره که در واقع یقین رو تبدیل به احتمال کردید. آقای قاضی من دیدم البته کلنگ دستش بود اینا، ولی خدای شاهد ما رفتیم زغال بخریم دیگه خبر نداریم که این با کلنگ زد تو سر اون یا نه. قاضی اسلامی اگر باشه و با قواعد قرآنی آشنا باشه میگه خود این آدم رو به عنوان شریک جرم ببری زندان، تا دفعه دیگه وقتی کاری محتمل رو وقوع بود چشمات رو باز بکنی، مسئولیت انسانی خود رو درک بکنی، ببینی این کلنگی تو سر این خورده کی زده. تو امکان داشتی، مثل یک ماشین آمبولانسی که از جا جرد میشه مریضی میره کنار خیابون افتاده، چشمش رو ببنده صاف بره جلو، میگه خب آقا تلفن میکنن به اداره فلان، بالاخره یه آمبولانس از مرکز براشون میفرستن. آره میفرستن، تو چه کسافتی خوردی که آمبولانس خالی رد میشدی، اینم دیدی کنار خیابون افتاده. این مرحله شهوده و مسئولیت های ناشی از شهود. در آیه قرآن میگوید که و آنان هستند که به ناحق شهادت نمیدن، به حق شهادت میدن. شما به حق که میخواین شهادت بدین باید چیکار بکنید؟ هیچ باید شهادت فرار کنید دیگه، برید کدو بخرید. نه، شما چون مسئول هستید که بر اساس حق شهادت بدهید و هم امکانش مشاهده دارید، باید این امکان مشاهده رو به صورت سند در بیارید و به صورت یک وسیله احقاق حق از حقوق مظلوم قرار بدید. و این آدم های خوب مؤمن کسانی هستند که هر وقت با صحبت لغو و بیهودهی روبرو میشن، از روی کرامت و از روی بزرگواری از روی عبور میکنن. کرامت به معنای بخشندگی و به معنای چشم پوشی، به معنای گذشت، به معنای پرداخت کردنه. چه وقت ما در مقابل حرف لغو حرف کریم میزنیم؟ یک کسی به شما فحش داده، کسی به شما اتهام وارد کرده، یک کسی به شما توهین کرده، یک کسی توف کرده تو کتاب قرآن شما، تا این حد توهین کرده، چیکار میکنید؟ میبریش عربستان اونجا سرشو میبرید؟ نه، شما در مقابل همه این توهین او، تجاوز او، بی‌آبرو کردن، لحظه فکر میکنید که این چرا اینطور شده؟ الان از این کسانی که اصلا توی این اینترنت و ایمیل ما رو ببینید و اینا انقدر زیادی که مجبوریم هزار هزار پاک بکنیم، از همین حرفا هست. پیغمبرتون اینطور بوده، خودتون اینطوری هستین، زنتون اونطوری، هر چی که شما فکر بکنید مینویسن برای. خب من از بعضیاش هم عصبانی میشم، بالاخره منم آدم یه سر دو گوشم مثل بقیه آدما، ولی اکثر اوقات فکر میکنم که ببین چقدر به این آدم، استاد دانشگاه، دکتر، مهندس، تحصیل کرده آدمه، داره زندگی میکنه، ولی در این مورد عقلش قفل شده، کار نمیکنه. چرا؟ این احساسات همینطوری غلیان میکنه در درونه. آقا من به چشم خودم دیدم که زن من رو بردن زندان، منم صدا کردن جلوی من، به زنم تجاوز کردن با این قرآن تو. آقای آقاسی، آقای آقاسی ما رو ول کن با این قرآنت. خب وقتی من این اطلاعات رو میگیرم، اون وقت فکر میکنم که این مجروحه،
این مجروح دستش رو بلند کرده میگه کمک، کمک مردم دنیا، کمک. ایمانم بر باد رفت، مردم کمک کنید. مردم، پاره ای از وجود من، ایمان و اعتقاد من از بین رفته، من نیم یک بشر شدم، به من کمک بکنید برگردم بشر کامل بشوم. ایمان من رو مجروح کردن، درون من رو غرق به خون کردن، مردم کمک کنید. اون فوشایی که به من میدن فریاد دادخواهی از مردمه، فوشاشو به قرآن میدن، به من میدن. مشاهده امر شهادت در ارتباط با موضوع عدالت و قضاوت یکی از مهمترین و پایدارترین ارکان قضاوت و تعمیم و تعیین عدالت در جامعه بشری است. کسانی که به ناحق شهادت نمیدهند، به ناحق شهادت دادن یعنی همین که من دیدم میخواد کلنگ بزنه، من رفتم بیرون. رفتم، مراجعه میکنی چرا رفتی بیرون؟ برای اینکه شهادت ندم. شهادت یک عبادته، شهادت دادن یک عبادته، چرا از در رفتی بیرون؟ برای اینکه خواستم عبادت نکنم. یعنی چیکار بکنی؟ یعنی طغیان بکنم، یعنی فسخ بکنم، یعنی سرکشی بکنم در مقابل خدا. مشاهده مهمتر یا نماز ظهر؟ مشاهده، مشاهده. نماز ظهر نخونی هیچ چی عیبی نمی کنه. ولی اگر مشاهده خودت که ما که موقع ظهر الان ببخشید من نمیتونم دیگه، دعواست اینجا، من باید برم نمازمون بخونم، نماز به کمرت بزنه، بیست اونجا ببین چه میکنند اینها، ببین کی چه میکنه، فردا در دادگاه باید مشهودات خودت رو به شهادت بیان بکنی. و وقتی هم که از مردم حرف لغمی میشنوند پروگذار میکنند و به کرامت جواب میدن. چرا به کرامت جواب میدن؟ برای اینکه ریشه یابی میکنند، میبینن یک کسی فریاد میزنه آتش گرفتم، آتش گرفتم. شما این آدم رو تنبیهش نمیکنید. من این کسانی که بهم فحش میدن، توهینهای بد میکنن، تهدید میکنن، چه میکنن، چه میکنن، نگاه میکنم که این آدم در حالت معمولی که این حرفا رو نمیزنه، در درون این چه آتشی ما برپا کردیم، چه اسلامی ما در دل اینها ساختیم، در ذهن اینها ساختیم، که این آدم مؤدب خانواده داره با شخصیت دهانش به این حرفا باز میشه. اون وقت میبینم این یه جاش مجروح شده داره فریاد میزنه، از درد داره فریاد میزنه. اون وقت نظر من به فحش‌هایی که این به من داده نظر تقدیم کرامت میشه. من میگم با همه این فحش‌هایی که به من دادی، به زن من دادی، به خدای من دادی، به قرآن من دادی، بیا من پاتو ببوسم، حق داری این حرفا رو بزن، بیا من دست تو ببوسم، بیا من پاتو ببوسم، من چه کار میتونم بکنم؟ اون کم کم به خودش میاد میگه شما مسلمونین یا بیدین؟ باید بیدین باشی، چون آدم های بیدین به این خوبی هستن. من مسلمان ها رو ندیدم تا به حال خوب توشون باشه. چرا مسلمان خوبم هست؟ من کم کم ممکنه که این صحبت کریمانه شما موجب هدایت یک کسی از طرف خدا بشه. متن آیه چنین است، آیه شماره 72، و کسانی که لا یشهدون شهادت نمیدهند الزورا به غیر واقع و اذا و چون مر عبور می کنند باللغوی از لغو می گذرند مرو رد می شوند در واقع کراما در حالی که کرامت می برزند گذشت می کنند در واقع از اون چی که لغو گفته می شه به اونها و پاسخ لغو رو با داروی کرامت و تحقیق
در واقع جبران میکنه. تشکر میکنم اتاق فرمان. ما دقایق کوتاهی به تنفس میپردازیم، باز میگردیم با شما خواهیم بود.